بنابر اعلام فدراسیون فوتبال ایران در مرحله نخست بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات این فدراسیون 10 تن رد صلاحیت شدند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چه کسانی رد صلاحیت شدند و چرا؟ درود مهدی جان. حتی وقتی که خودی‌ها در فوتبال ایران، کسایی که سال‌های سال در فوتبال هستن فعالیت می‌کنن، همون‌ها هم مدام دچار ریزش میشن، تایید صلاحیت نمیشن. اون گروهی که تایید صلاحیت شدن در انتخابات بعدی تایید نمیشن. اسامی اعلام نشده، ولی اون چه که بین خبرنگاران ورزشی نزدیک به فدراسیون فوتبال داره اعلام میشه و منتشر میشه اینه که همون چهره‌های بازنشسته به انضمام افرادی که اتهامات مالی دارن، صحبت از محمد رضا ساکت هستش، حیدر بهاروند، آقای قنبرزاده و فریدون اصفهانیان، که اگر این افراد از انتخابات کنار برن، طبیعتاً جنگ اصلی برای احراز سمت ریاست فدراسیون بین دو گزینه است. در اون صورت یعنی سردار مصطفی آجرلو که نزدیک به سپاه پاسداران و در واقع عضوی از سپاه پاسداران، و همچنین کیومرث هاشمی که رئیس ستاد ورزش محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، و همچنین رئیس ستاد ورزش آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، و در حال فردیه که گفته میشه جدی ترین گزینه وزارت ورزش برای دولت احتمالاً اصولگرای بعدی هم هست. خب، رسانه ها در ایران به شدت انتقاد کردن از حضور فردی به نام هانی در تمرینات استقلال. این شخص کی هست و اصلا چرا در تمرینات حضور یافته؟ بسیار تأسف‌آور. فردی که اصلا به عنوان یک چهره شرور مطرح هستش در خود رسانه های داخل کشور به عنوان یک قمه‌کش، هرچند وقت یه بار هم گفته میشه که 40 ضربه چاقو خورد و شایعه مرگش حتی بارها منتشر شده و به راحتی، اونم در حالی که اصلا پروتکل ها برقراره، و دیدیم که کریستیانو رونالدو جشن تولدی رو گرفت برای اعضای خانوادهش و جریمه شد. یعنی چطور ممکنه که یک همچین فردی که مدام در کوچه و خیابان ها در حال عربده جویی و چاوکشی بیاد با بازیکن ها با سرمربی تیم عکس بندازه؟ بسیار تأسف آور این وضعیت، که حتی برخی از مربیان یا سرپرستان فکر میکنن که نزدیکی به این افراد باعث میشه که عده‌ای از اونا حساب ببرن، انتقاد نکنن. اینها از جمله نکات تأسف‌آور فوتبال ایرانه که دیدیم همه رسانه‌های ورزشی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف به شدت انتقاد کردن و وزارت ورزش هنوز هیچ واکنشی نشون نداده. همچنین باشگاه استقلال هم از واکنش یا هر گونه توضیح و پاسخی خودداری کرده. اما کشتی، صفحات ورزشی برخی خبرگزاری‌ها از فهرست تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات بین‌المللی انتقاد کردند. چقدر این انتقادات منطقیه؟ جالبه که هیچ پاسخ هم نمیدن کادر فنی تیم ملی. چطور ممکنه که کشتی یک سال دور از مسابقات باشه، بعد برای تورنمنت ایتالیا فقط 3 نفر، برای تورنمنت اوکراین هم یک تیم غیر مرتبط با تیم ملی؟ چرا این اتفاق داره رخ میده؟ چرا پاسخ نمیده؟ همون 3 نفری که میخوان برن ایتالیا، یکیشون انتخابی رو با قدرت اول شده، یکیشون تو انتخابی غایب بوده و یکیشون تو انتخابی کشتی که براش گذاشتن رو نگرفته رفته. خب این چه متر و معیاری رو کادر فنی تیم ملی در نظر گرفته که این گونه برای تورنمنت های بین المللی تصمیم گیری میکنه و اصلا نامشخصه، در حالی که رقبای ایران با تمام قوا دارن در رویدادهای مختلف شرکت میکنن. کشتی ایران کاملا چشمشو بسته به روی تورنمنت های معتبر بین المللی. بله، ممنونم مهدی رستم‌پور که امروز هم با ما همراه بودی. تا فردا، سپاسگزارم.